بازی که مدت ها منتظرش بودم عرضه شد. هاگوارتس لگسی. به اپیزود جدید اتاق بازی منم خوش اومدین. من فر دو آتشه کتابای هری پاترم. برای همین هم به شدت منتظر بازی هاگوارتس لگسی بودم. بازی که سالهاست در دست توسعه است. اگه یادتون باشه چند سال پیش بود که ساخت این بازی به بیرون لیک شد. بعدش هم مدت ها ازش خبری نبود تا جایی که فکر میکردیم بازی کلن کنسل شده. خود من هنوز بازی رو تموم نکردم ولی 10 ساعتی توش گیم پلی دارم و این ویدیو حس من در مورد این 10 ساعت بازی که کردمه. اگه بخوام کلی بگم، هاگوارتس لگسی یه بازی نقش‌آفرینی خوبه. بدون شک اگه شما طرفدار هری پاتر هم نباشید، این بازی میتونه شما رو سرگرم کنه و تا آخر بازی شما رو با خودش همراه کنه. اما اگه از طرفدارهای مجموعه کتاب‌های هری پاتر هستید، کوچکترین شکی نکنید که این بازی دقیقاً همون چیزیه که ما طرفدارها سالها منتظرش بودیم. بذارید با داستان بازی شروع کنم. نگران نباشید، قرار نیست که هیچ چیزی رو اسپویل کنم. داستان بازی ربطی به کتاب ها نداره و اصلا سالها قبل از کتاب ها روایت میشه. شما توی این بازی در نقش یک دانش آموز هستین که توی سال 5ه. نکته جالب اینه که شما اولین دانش آموز هستین که به هاگوارتس لگسی توی سال 5ام دعوت شدی، نه در سال اول. بازی با یه اینترو خیلی خوب شروع میشه و تو همون دقایق اول برای شما کلی سوال ایجاد میکنه که به قدر کافی جذاب هستن که برای ادامه بازی تحریکتون کنن. درست مثل کتاب هری پاتر که توی فصلهای اول معمولا یه اتفاق مهم میفته. بعد از اینترو شما به مدرسه میرسین. خود من تا قبل تجربه بازی فکر میکردم که هاگوارتس لگسی بیشتر شبیه یه شبیه ساز مدرسه مثل بولی یا پرسوناست، که خب اینطوره نیست. البته ما هنوز کلاس های درس رو داریم ولی گیم پلی اصلی بازی حول انجام ماموریت های جانبی توی بازی میچرخه. راستی شخصیت خودتونم خودتون میتونید طراحی کنید. امکاناتی که بازی برای ساخت کاراکترتون در اختیارتون میذاره بد نیست، ولی همچین عالی هم نیست. مثلا من خیلی سعی کردم که شخصیتم رو شبیه خودم بسازم ولی آخرش اون چیزی که میخواستم از آب در نیامد. البته گویا برای کاستوم کردن دقیق شخصیت باید یک سری چیزها رو به صورت میکرو ترانزیشن بخری. خب من اصلا بابت این جنگولک بازی ها پول نمیدم. والا پول مگه علف خرسه؟ 3 تومن پول این بازی رو دادم. 3 تومن همین پلی‌استیشن 4 رو 1200 خریدم. 1200. حالا میرسیم به گیم پلی بازی که خود من تا قبل از عرضه یه خورده بابت این قسمت نگران بودم، ولی خب خدا رو شکر بار در اومده. یه نکته جالب اینه استفاده هوشمندانه سازنده ها از فضای مدرسه برای آموزش دادن مکانیک های بازی. سیستم مبارزه یه بازی هول ورد خوندن میچرخه درست مثل کتاب. باید اعتراف کنم که در اوایل بازی یه خورده سیستم مبارزه ها توی بازی حوصله سرور رو تکراری میشه، چون خب هنوز اول ساله و شخصیت شما ورد های زیادی رو یاد نگرفته. اما رفته رفته توی بازی شما اسپل های مختلف رو یاد میگیرید و از همه باحال‌تر اینه که میتونید این ورد ها رو با هم ترکیب کنید و کمبوهای خیلی باحالی بزنید. وقتی دارید این بازی رو انجام میدید همیشه یادتون باشه که شما یه دانش آموز در حال یاد گرفتن هستید. این یعنی اجازه ندید که سیستم مبارزه یه ساده اول بازی شما رو یکم ناامید کنه. حالا هر چی توی بازی هم پیش روی میکنی، دشمن های بازی هم پیچیده تر میشد و هر کدوم از دشمن ها با یک سری از ورد ها ضعف دارن که خب باید از ضعفشون استفاده کنید و شکستشون بدید. سیستم مبارزه ای در بازی در کل خوبه، جدیده و نوآورانه است. شما از دکمه های فست پلید دسته باید برای استفاده از ورد های خاصتون استفاده کنید و دکمه آردو هم حمله معمولی شما به حساب میاد. اگه اشتباه نکنم 16 تا ورد هم توی بازی وجود داره که شما در حین بازی اونا رو دونه دونه یاد میگیرید. راستی مجون های کتاب هم توی این بازی هست. میتونید از این مجون ها برای ضد ضربه شدن موقت، پر کردن هلت کاراکتر و کلی کارهای باحال دیگه استفاده کنید.
البته یه مشکلی که من با سیستم مبارزه بازی دارم سیستم لاک کردن روی دشمن هاست که یه موقعایی درست کار نمیکنه و میتونه بره رو اعصاب، مخصوصا با دوربین بازی که یه وقتایی تو در و دیواره. اما اونجوری هم نیست که شما از انجام بازی پشیمون کنه، بیشتر یه عیب جزئیه که من امیدوارم سازنده های فکر براش بکنن. خیلی ها فکر میکنن که این بازی فقط تو محوطه مدرسه هاگوارتس جریان داره. اصلا اینجوری نیست. در واقع دنیای بیرون مدرسه هاگوارتس خیلی بزرگه و خود منو سورپرایز کرد. شما به جنگل ممنوعه، روستای هاگمیز و کلی لوکیشن دیگه دسترسی دارید و کلی اتفاقاتی که نمیخوام اسپویلشون هم بکنم اصلا توی خارج مدرسه اتفاق میفته. لول اپ هم صد البته توی این بازی داری. کلا خود من آنچنان طرفدار لول اپ کردن توی بازی ها نیستم. نمیدونم، گیج میشم، برام سخته. ولی توی این بازی همه چی اوکی و سرراسته و خود من که لذت بردم ازش. شما کلی لباس و ابزار میتونید توی بازی پیدا کنید و ازشون استفاده هم بکنید. راستی در ابتدای بازی هم فضای اینونتری شما خیلی محدوده که خیلی هم البته رو مخ میره، اما قابل آپدیت کردنه و رفته رفته بازی فضای بیشتری برای ذخیره کردن وسایلتون به شما میده. بذار یه اشاره هم به طراحی مدرسه هاگوارتس داشته باشیم. در یک کلمه، سازنده ها گل کاشتن. این دقیقا همون مدرسه یه که ما توی کتاب ها در موردش میخوندیم و خیال پردازی میکردیم. من با قاطعیت میگم هاگوارتس این بازی با فاصله خیلی خیلی بهتر از فیلم های هری پاتر بازسازی شده. توی گوشه گوشه یه این مدرسه پر از رمز و راز و ایسترگه. کلی کالکتبل داره که میتونه شما رو ساعتها سرگرم کنه. ای کاش وقتی من نوجوان بودم این بازی میومد. باور کنید اگه من این بازی رو توی 13-14 سالگی زمانی که دیوونه ی هری پاتر بودم بازی میکردم شاید زندگیم تغییر میکرد. و اما گرافیک بازی چطوره؟ والا رو راست بگم، من انتظارم توی زمینه گرافیک از این چیزی که الان هست بیشتر بود. این به معنی نیست که گرافیک این بازی خوب نیستا، نه اصلا، ولی من انتظارم بیشتر بود. مثلا رنگ ها توی بازی به نظر من خیلی کنتراست ندارن و یه جورایی همه چی که خود رنگ رو رفته است. البته این فقط نظر شخصی منه ها، چون کلی ویدیو دیدم که خیلی ها از گرافیک بازی تعریف و تمجید میکنن. سلیقه دیگه، سلیقه من اینه. متاسفانه هنوز توی بازی ما یه مقداری باگ داریم که احتمالاً این باگ ها توسط آپدیت هایی که برای بازی عرضه میشن برطرف میشن. در کل بازی هاگوارتس لگسی همون بازیه که ما طرفدارها سالها منتظرش بودیم. حتی اگه شما کتاب هری پاتر هم دوست ندارید، من بهتون پیشنهاد میکنم حتما این بازی رو تجربه کنید. خدا رو چه دیدی؟ شاید طرفدار دو آتیشه این مجموعه شدی. شما چی فکر میکنید؟ نظر شما در مورد این بازی چیه؟ حتما به هم بگید که دوست دارید یه گیم پلی از این بازی براتون بذارم یا نه؟